گیر کردم. کجا رفتی؟ کجایی؟ چی رو؟ خودمو. زود باش. بیا دیگه. منو در تنگنا گذاشتی اینجا رفتی؟ داری چی میزنی؟ من گیر کردم. خب یه جون عقب کن در میاد دیگه. بگی سمت شاگرد. بابا میگم گیر کردم. بیا بگی سمت شاگرد. خب باشم یه برو دیگه. بیا این بر. بیا بگیر. بکش. خیلی خوب ببین. این بر سمت چپ یه فریه. با سر میری تو. خب بعد دنده عقب میگیری میای تو اصلی. ببین خیلی مهمه. ما باید با پا بریم پایین. فهمیدی؟ آره. برو. بزن. برو پرگاز. برو ببینم. نمیتونم. من سرعت داشتم. ببین. تنگناها. برو چپ. 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 برو. خب. حالا دن دقیقه بگی. با پا بیا بیرون دیگه. بگیر اون ور، بگیر اون ور. آها آها برو برو یه ذره دیگه. برو برم اقعب بذار خودم هم میام. برو دفتر آقای دکتر میرزایی؟ من از دفتر خانم احمد باتون تماس میگیرم، وکیل پایه‌ای که دادگستری. بله، یه وقت ملاقات میخواستم برای امروز فوریه. تشریف ندارن؟ خب کی برمیگردن؟ یعنی چی برنمیگردن؟ کجا گذاشتن رفتن این وقت روز؟ دوست صحبت کن باش. ها، همایش کارشناسان حقوقی. خب از اول میگفتین. ببخشید این همایش همون همایشی نیست که تو مرکز همایش اصلی برگزار میشه؟ کجاست؟ لطف میکنین آدرسش رو بهم بدین؟
خانم من عرض کردم کارم فوریه. بگین دیگه. بفرمایید آدرسو. بله. نفرمایید نفرمایید، من خودم تماس میگیرم. کیه؟ سارا ببینی من تو کلینیک کار میکنم. خدا کنه. الان خیالت راحت، سر آسوده به بالش بذار. این آقا بلند شد اومد اونجا، انقدر داد بیداد کرد منو اخراج کردن. اصلا این آقا کیه؟ آقا شما اینجا چیکار میکنی؟ خواهر من با شما کار ندارم. شوهر ایشونو نشونم ده. آقا خوبه؟ چیزیتون که نشد؟ آقای پوربرز درد داشت؟ نه نه، شما بفهمی مدیریت بلند شو اینجا ببینم مدیریتت کنم. این هزار دستان و هزار پایان قایم شدی واسه من پولم میکنم. چی کار داری میکنی؟ ایشون آقای پوربرزیری سوهیل یکی دیگه است، ولشته. برای چی طلب کاری تو برداشتی آوردی دفتر من؟ اولا که من نیوردمش، خودش مثل بختک دنبال من را افتاده. بعدش هم سارا خانوم نذاشتی سهیل دلارا رو بفروشه، برداشتی دلارا رو سوراخ کردی. الان بفرمو خود جوابشو بده. به من چه؟ خواهرم من با شما کار ندارم که. بگو شوهرت بیاد. من همینجا استندبای میمونم تا بیاد. خانم احمدی دلارا رو برای چی سوراخ کردی؟ من اینو دیگه واقعا نمیفهمم. بخاطر اینکه آقای خانوم با من مشکل داره، بخاطر اینکه خانوم بدترین خواهر شوهر دنیاست، بخاطر اینکه این خانوم نذاره بس دیگه انقدر داد نزن سر شوهر عین همین. میگم اون اسکلاس شل میکرد، مگه نرسیده بودم که خود سهیل یه جور دیگه سعی قلاب میکردم. یه دقیقه داد نزنیم ببینم، یعنی الان سهیل پول حق الوکاله منو نداره بده؟ خره با خور میخوره اردو، مردن با گور میخوره املت. فقط میخواستم تو بحثتون مشارکت داشته باشم. آقای پوروزیری من به شما گفته بودم سهیل پولتون رو نمیده. آفرین سارا خانم، آفرین. تو تاریخ هیچ خواهری مثل تو پشت برادرش خالی نکرد. نکرد سارا. هریس جان من باید امروز آقای میرزایی رو ببینم. من حتما امروز باید برم امید رو ببینم، قضیه افشین رو بهش بگم. آدرس همایش رو پیدا کن خبرم بده. ها مرحمت زیاد. کجا؟ کجا داری میری تو الان؟ ببین چیه؟ من خواهر شوهرت نیستم ها. یه کلمه دیگه حرف بزنی گوشت رو میگیرم پرتت میکنم بیرون. دست با این تفاسیر تکلیف حق الوکاله ما چی میشه؟ آقای پوروزیری بودین درسته؟ ببخشید اسم کوچیکتون چیه؟ امیر مهدی. امیر مهدی؟ احسنتم، دو سیلابه است. میگم امیر مهدی تو یه جوری همسر اینو بکش سمت دفتر، من تمام طلب ملواتو ازش میگیرم. فقط حواست باشه همسرش نپیچه به بازی. چارچشی حواست بهش باشه. من دعوا که میکنم معده میخوره، دوچار اسید سیتریکی میشه به هم میریزم. این دستشویتون کجا هست؟ همینجا سمت چپ. من همونجا هستم بالا. ببخشید من احیانا یه سوال برام پیش اومده. سهیل من چرا باید به شما پول بده؟ من وقت گذاشتم پروندهشون رو مطالعه کردم. خب شما هم پروندهتون رو بدین سهیل من وقت بذاره مطالعه کنه. انگار سر گردنه نشسته. بنده با اینکه قرار مهمی دارم ولی همینجا میشینم تا شوهر شما بیاد. لطفا بهشون زنگ بزنین بیان اینجا تکلیف منو روشن کنن. شما الان من تهدید کردی؟ شما الان منو تهدید کردین؟ من اصلا اینجا احساس آرامش ندارم. شما منو تهدید میکنین. صبر کن الان زنگ زنم به سهیلم بهتون نشون میدم. صبر کن. منو تهدید کردین. الو سهیل. سلام کجایی تو؟ زود بلند شو بیا دفتر سارا. اون از نامشاد که سایه به سایه دنبال من میاد تو رو پیدا کنه. اینم از پوروزیری منو تهدید میکنه، گروگان میگیره، پولشو میخواد. من گروگان گرفتم؟ بله. چرا حرف الکی میزنه خانم؟ آقا سهیل بنده هیچ عمل مجرمانه ای مرتکب نشدم. بابت حق الوکاله منتظر حضور شما هستم. چی؟ سهیل اینا که نمیتونم من بهش بگم. خود بیا بهش بگو. الو
خداحافظ. ادب مرد بهز دولت اوست. یعنی چی که گم شده؟ ما نگفتیم گم شده، گفتیم مفقود شده. خانم قدرت مزخرف میده. دقیقاً درست میفهمه، بفهمید. گم نشده، ما هنوز پیداش نکردیم. در ضمن من خدمت شما گفتم در هفته دو بار ملاقات. شما برای چی اینجا اومدید؟ فرار رو به جلو نکن آقای دکتر. الان اصلا موضوع ملاقات نیست. من شوهرمو صحیح و سالم تحویل شما دادم. صحیح و سالم خانم؟ لااقل به لحاظ جسمی. فرار رو به جلو کرد؟ فرار رو به جلو نکردم آقا. چهار ستون بدنش سالم بود. دیروز که اومدم لتوپارو زخمی تحویلم دادین. امروز هم که میگین اصلا نداریم که تحویل بدین. خانم چرا اینقدر شلوغش میکنید؟ این اتفاقات اینجا طبیعیه. اینجا یه درندشت پر از سوراخ سنبه. گم میشن، پیداشون میکنیم. مگه نه قدرت؟ دقیقاً دکتر. ما کلن تو این مدت سه سال پیش بود یه مورد داشتیم. چند ساعت گم شد، دیگه پیدا نشد متاسفانه. اون گم نشد. مفقود شد. فرار کرد. فرار کرد، یعنی ما میتونستیم دیگه پیداش نکنیم. اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ من مشاورتم. برو بیرون و پیداش کن. همون سه سال پیش یه رو؟ قدرت جان. امیدو. امیدو. برو. خانم وایسادن اینجا هیچ فایده ای نداره. اگرم پیدا بشه مستقیم میره تو اتاق فکر، یعنی انفرادی، و ملاقات هم نداره. من الان یه کار خیلی مهمی دارم که باید برم، ولی جهت اطلاعتون دارم میرم همایش کارشناسان حقوقی که اونجا پر از وکیل و حقوقدان و ضابط قضاییه. اگه امید من تا دو ساعت دیگه صحیح و سالم پیدا شد که ما اصلا هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم. اگر نه من از همونجا با مامور میام خودم پیداش میکنم. خانم ما داریم با هم حرف میزنیم. دیالوگ. اینجا هر چقدر میخوای داد بزن، هیچکی صدا تو نمیشنوه. وای اش بمیری سوهل. آقا آقا این که قفله. آره دیگه همیشه قفله. آره دیگه یعنی چی همیشه قفله؟ مگه نگفتی بیار منو یه جای ممنوعه؟ آوردمت دیگه. نه نه من سر و دوباره آقا من منظورمو نتونستم برسونم. ببین آقا بیا چجوری اینجا بریم بیرون؟ ما تازه رسیدیم. اینا خودشون بفهمن من یه مدت نبودم یان همینجا دنبالم. بعدش هم 24 ساعت اتاق فکر. تازه اون روز اگه وارث عصبانی باشه 48 ساعت اتاق فکر. شب گرفتاری شدیم. تو همیشه کارت میای اینجا؟ بله. اصلا اینجا چی کار میکنی؟ نگاه میکنم. به چی؟ به عمق ابدیت، فقدان بشریت. تو هم بیا بالا نگاه کن، یه چیزای عجیب غریبی میبینی؟ نه آقا ولمون کن، بیا حداقل کمک کن من میام بالا. دست همو بگی بیا بالا. میگم بیا کمک کن. داری شدیم منو کشونده اینجا دو ساعت. من میخوام برم. نشونه ای چیزی تو راه گذاشتی که من گم نشم؟ من فقط میام. یعنی تو خبر نداری امید کجا؟ غلط کجا بودم؟ من چه میدونم کجا؟ باشه ولی اگه بفهمم میدونستی و به من نگفتی خودش شدی جرمی. یک هفته یه تمام سهمیه موبایلی تو قطع میکنم. چی کار من داری؟ یکی دیگه رفته خودشو گم و گور کرده. تو عرض نداری پیداش کنی چی کار سهمیه موبایل من داری؟ فرار به جلو نکن. اولا تو اینجا جیگو بوک همه رو میدونی. درسانی تو این چند روز کی با امید بیشتر میپلکید؟ تو ندونی کی بدونه؟ آقا نادر به موبایلت فکر کن. اولا منو تهدید نکن، بعدش هم آقا قدرت من اینجا از خیلی ها خیلی چیزا میدونم. حواست رو جمع کن. مثلا چی میدونی؟ مثلا آره؟ مثلا
خانم خانم بیا اینجا خانم بیا اینجا خانم بیا خودمو مینزم پای خانم نیا آروم باش آروم باش باشه خانم بیا بالا شلوغش نیا اینجا بالا که من نمیتونم من نهایت تا اینجا بتونم نه خانم باید باورش کنی بیا آروم باش باشه باشه میاد تو اینجا فقط اینجا باشه حرفتو بزن خیلی خوب خانم خانم شما میدونستی دکتر وارسته یه خواهر داره اسمش کوکبه به گم شدن امید ربط داره؟ هیچ ربطی نداره هیچ ربطی نداره ولی به تو که ربط داره؟ مزخرف من مزخرف میگم من مزخرف میگم آقا قدرت نذاشتی همون آقایی که بودم بمونم آقا قدرت نذاشتی خانوم کوکم خانوم سهمیه موبایل تو قطع میکنم فقط ببند فقط ببند به جهنم خودم امیدو پیدا میکنم از راهنمایی شما هم کمال امتنان رو دارم آقا نادر تو کوچه ما هم بالاخره عروسی میشه ما هم میایم تو عروسی شاباش میدیم موندن راسته نه خانم داشتم ارتفاع میگرفتم چرا اینجوری میکنی مزاحمی بله مزاحمی شما شما با امید ما رفیقی بله من اینجا با همه رفیقم با امید شما خیلی رفیقم نمیدونی کجاست حتما همین گوشا داره دنبال سروی چیزی میگرده دیگه شما هم قضیه سرو میدونی خانم اینو که همه میدونن میگم تو خونه هم همش دنبال سرو میگرده من نگرانشم میترسم افشین یه بلایی سر این آورده باشه افشین ما افشین نداریم افشین خلیق خلیق که دیگه اصلا نداری جوونه قد بلنده سیب نداره موفرفریه قبلا جواهر میدزدیده نه نداریم اینجا ولی اینا که شما میگی بچهای پورتوریکو میخوره فکر کنم از بچهای پورتوریکو نه بچه ایرانه ببین فقط شما یه لطفی بکن اگه امیدو دیدی بهش بگو خیلی حواسش به افشین باشه میگم شما زن و شوهر چرا همش دنبال چیزایی هستین که نیست اون دنبال سر به شما دنبال افشینی بهتر نیست دنبال چیزایی باشین که باشه باشه ولی شما یه لطفی بکن حواست به افشین خلیق باشه خب امیدو دیدی بهش بگو خیلی آدم خطرناکی من قبلا اینو تو دادگاه محکومش کردم حواست هست تو من بگردم اینجا ببینم پیداش میکنم یا نه بگردم باید فکر یه چیزایی رو بکنم فکر کنم افشین خلیق خیلی خوب خانوم تعریف گروگان در حقوق جزا رو دارم از رو براتون میخونم کدوم یکی از این شرایط با احوالات شما جور در میاد شما خودتون با پای خودتون تشریف آوردید اینجا در دفترم که بازه منم تو اتاقم نشستم کاری به کار شما ندارم نمیتونی بزنی زیرش این خانم پریسا هم شاهده خودت گفتی تا تکلیف پولم روشن نشده کسی حق نداره از اینجا بره بیرون چرا حرف تو دهن من میذارین؟ من گفتم خودم میشینم اینجا تا تکلیفم معلوم شه اینجا دفتر منه هر جا که دلم بخواد میشینم پواسه چی داری فرار میکنی؟ فرار نمیکنم دارم میرم دستشویی الان نیاز دارم برم دستشویی اصلا طرف حساب من شما نیستی پس کیه؟ شوهر شماست من کاری به کار شما ندارم بفرمایید منزل من تا سهل جانم نیاد اینجا تکون نمیخورم و بهتون گفته باشم اجازتا آقای نامشد داخل تشریف دارم اینکه الان اون تو بود گویه وقتی اعصابشون به هم میرزه دچار نوسانات اسید سیتریک معده میشن رفت آمدشون هم داخلی زیاد میشه خانم اینجا همیشه انقدر آرومه آدماش انقدر شادن فضا پر از استرسه آقای اقبال اینجا دفتر وکالت دیگه خودتون که در جریانید بالاخره اختلافات مشکلات حقوقی ارباب رجوع ولی خدا شکر میبینین چقدر آرومتر شده خانم محترم لازمه در مورد قلبم و خصوصیاتش نکاتی رو به شما گوشزد کنم ایشون یکی در میون میزنه به استرس سر و صدا به شدت حساسه خانم احمدی نمیان؟ چرا تشریف میاره؟ کجاست؟ وزیر کجاست؟ قضیه کجاست؟ من توضیح نمیدم.
دارالمجان اینه یا دارالبکاله؟ استرس داره موج مکسیکی میزنه. من اگه بمونم سکته دوبله سوپلرم زدم. با اجازه. خوبی؟ سه بار باشون تماس گرفتم. بار اول تلفن رو برداشتن، گفتن یک شب دیگه اینجا. چرا رفتی اون تو قایم شدی؟ مردشی بیا منو گروگان بگیر. بیا صداتون خاموش کنیم بی زحمت. بار دوم تلفنشون خاموش بود، بار سوم روشن بود ولی جواب ندادم. براشون پیغام بگذارید، بگید من گفتم فرمه فون فرم کذایی رو پر کردم، خون مزایده رو من برنده میشم، خونه مال منه. بگین خانم احمدی از امروز تمام کارهای شوهرتون رو باید گزارش بدین. تمام. بله. سلام علیکم، شما خونه رو خریدین؟ از بانک خریدین؟ من سهیل کمرم، خوش سهیل کمر سفید کمر ببخش، برادر خانم سارا، برادر خانم سارا، خوشبختم. من نخریدم. نخریدین؟ ولی چشم حسود کور میخرمش. مرسی. این آقا خونه رو خرید، خدا رو شکر. خب چی؟ بانک طلبش رو برمیداره، بقیه پولم میده به ما دیگه. چشم رو درش کنم، چشم بگیم. آقا از خواهی میکنم، پول خونه ما رو کی میدین؟ این بیانه کلاگیس رو میخوام بکوبم تو صورت نامشاده. شما گفتم کلاگیس میخوام، پول نمیخوام. باشه پولشو بهت میدم. چی میکنی؟ این آقا مادر خونه ما رو میخره. بنده خدا همش خیلی بده. من نمیفهمم این که میگه اولش ما با هم بودیم بعد گمش کردیم، تو چسمخت من نمیره. کی؟ یه مرد خیلی امید دیگه. آها امید. من بهش گفتم به مومیان پیدامون میکنن، خودش عجله داشت، منم بهش آدرس دادم، گفتم چهار راه اول که رسیدی میپیچی سمت راست. گفتم میپیچی سمت راست بعد مستقیم همینجوری میری به یه چهارراه دیگه، همونو برو بالا. آدرس چیه؟ چهارراه مارا چیه؟ اصلا مگه آسایشگاه چهارراه داره؟ من اینجا از همه قدیمی ترم. یه چیزی میگم بگو چشم. ببین من کمال ممال نیستم، ما میزنم خدمتک. درست صحبت کن. کمال ممال کدومه؟ توی مرغابی پرغابی عزیزم، کمال ممال توی. ببین اگر یه گوشه گیر بکنه تلف بشه تو میخوای جواب بدی؟ زنش وکیله، امروز با چهار تا مأمور میاد دنبالمونا. بفرما، خودش رسید. بگه اینجوری نه چی را میفتی؟ هنوز برام خیلی چیزا مفهوم نیست. کمک. امید آقای تو کانال کولر چه غلطی میکردی؟ اگه بهتون بگم دنبال سر میگشتم باور میکنین؟ روز اولی که خانوم در مورد مشکلات تو صحبت میکرد مطمئن نبودم که دروغ میگه، ولی الان مطمئنم که دروغ میگه. تو وضعت خیلی وخیم‌تر از اون چیزیه که من فکر میکردم. یه آسایشگاه اختصاصی تو لازم داری. اصلا از روز اول پذیرشت اشتباه بود. تو یک تنه به اندازه همه برای ما درد سر داری. چیکار داری میکنی آقای دکتر؟ خواهش میکنم. داری پرونده میدی زیر بغلم. خواهش میکنم. قول میدم بچه خوبی باشم. قول میدم. خواهش میکنم. داری اخراجم میکنی؟ نه اخراجم نکن. شرح حال مینویسم. من هنوز سرو پیدا نکردم. قدرت کجایی؟ خواهش میکنم. قدرت شما بیا وساطت کن. خواهش میکنم. داره اخراجم میکنه. چیه؟ مرغابیم. ببخشید. اینو ببریش زنگ بزنه. نه 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 به خانومم نگی. به خانومم زنگ نزن. خواهش میکنم. خانومت فکر میکنه تو گم شدی. برو یه زنگ بزن از نگرانی درش بیاد. آی دکتر میگم قبلش ببرمش اتاق فیگه چند روز اونجا بمونه آدم شد. نه نمیخواد. بذارش تو اتاق خودش باشه. فردا تراپیش کنم ببینیم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. قبلش هم ببرش بهداری، زخماشو پانسمان کنن، یه دست لباس خوبم بپوشه.
دست در نکنه دکتر. خیلی ممنون. دستتون در یه بار دیگه حرف نزن. دمت گرم دکتر. چی میگی؟ واقعا آمبولانس اومد دنبال اقبال؟ بیچاره پیرمرد الان حالش چطوره؟ سهیل از جریان امید که چیزی نفهمید. نه قضیه خونه رو که بالاخره میفهمید. منظورم گنجه. بی خودی افتادیم پی این قضیه. هر روز یه بلایی داره سرمون میاد. پس بابت سهیل خیالم راحت باشه دیگه. پریسا من پشت خطی دارم. آره اینجا نشستم منتظر میرزایی هم بیاد با هم حرف بزنیم. باشه بهت زنگ میزنم. الو سلام عزیزم، کجایی تو امید؟ منم دلم برات تنگ شده. واقعا مگه قرار نبود این قضیه سر و هیچ کس جز خودت ندونه؟ باشه باشه من فردا میام. ببین فقط حواست به یه نفر باشه. افشین افشین من سعی میزنم بهت. خدافز. آقای دکتر میرزایی ببخشی، من احمدی هستم. اگه بشه یه چند لحظه وقتتون رو بگیرم، یه عرض کوچیک داشتم. اون وقت قبل تموم شدن نمایش من میام به دو سوار ماشین بشم برم، لابد عجله دارم. خیلی کار خوبی میکنی که بدو از همایش میری. معمولا از این همایش چیزی در نمیاد. بریز به پاش علکیه. حرف یعنی چی؟ نه میگم یعنی بعضیاشون که همایش ها خیلی هم عبرت آموز و مفیده. شما برای عواملتون تشریف بیارید دفتر. آقای دکتر من نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، من وکیل یه جواهر فروشی بودم که ازش سرقت شده بود. درست توی همون پرونده شما کارشناس حقوقی بودی. من تا حالا تو هزار تا پرونده کارشناس حقوقی بودم، قرار نیست همش یادم باشه. نه آخه شما دیروز اومده بودین ملاقات متهم ردیف پنجم همون پرونده تو آسایشگاه. خب افشین خلیق توی همون دادگاه حکمش 3 سال حبس تعزیری بود، الان بعد از 1 سال از زندان اومده بیرون توی همون آسایشگاه بستری که شوهر منم اونجاست. افشین به خاطر همکاری با سیستم قضایی و پلیس حکمش تغییر کرده. پابند داره. گفتم حکمش تغییر کرده، نگفتم عفوش خورده. من نباید بیشتر از این برای شما توضیح بدم که. جسارت نباشه آقای دکتر، من نگران شوهرمم. شوهر شما تو آسایشگاهست؟ بله. خدا شفاشون بده. نگران نباشی. افشین تو آسایشگاه نیست. تو پژوهشگاه. ولی من خودم تو آسایشگاه دیدمش. خانم چرا متوجه فرق این دوتا نمیشید؟ شوهر شما تو آسایشگاهست. افشین تو آسایشگاه نیست. تو پژوهشگاه است. این دوتا از هم جداست. اینا هیچ وقت همدیگر رو نمیبینن. اصلا آدماش ربطی با هم ندارن. اون روز هم افشین رو از پژوهشگاه آوردن آسایشگاه من ببینمش. یه بخش پژوهشکده است، یه بخش آسایشگاهه. بله. حالا اجازه میفرمایید؟ سرون بله. بله. هیچی، ممنون از پاسخگوییتون. ان شاءالله همه مسئولین مثل شما پاسخگو باشن. سهیل بابا بیا برو رد کار تو. سله تو یکی رو ندارم. من با تو کاری ندارم اصلا. نادر چی کار میکنی؟ نادر بیا برو بیرون، اون روی من بالا نیارا. من امشب تو هر وقتی دلم بخواد اینجا میمونم، فهمیدی؟ تو چه حساب؟ رو حساب دستمزد و پیغامی که واسه تو بردم. تو که پیغامی نیاوردی. خانومت گفت بهت بگم حواست به افشین باشه. اونو که با خودم هم گفت. افشین کیه؟ خیلی تحقیق کردم. اینجا افشین نداریم. شاید از بچه‌های پورتوریکو باشه، نمیدونم. بابا نادر خونش رو بیا برو بیرون. به خاطر اینکه حوصله دریوری ندارم بهت میگم موبایل از کجا آوردی میگی پورتوریکو، میگم سر کجاست میگی پورتوریکو، میگم افشین کجاست میگی پورتوریکو. میدونی مسخره ای، معتاد، عقلت زایه. نکن عصبی نکن بابا. بیا بیا بالا چیکار کن. من همه بخوام میبرم پورتوریکو رو نشونت میدم. خب بنشو بده. میبرم بعد همه بخوام نشون بدم. دیدی اصلا بلد نیستی پورتوریکو. میبرم
مدارکی که گفته بودم پرینت گرفتی؟ آره عزیزم، تو اون فایل زرد است. سارا یه دقیقه بیا. چیکار میکنی پریسا؟ چرا نمیری خونه؟ به اینجا. این عکس هوای مرکز تحقیقاتی درمانی دکتر وارسته است. این ساختمونه همون آسایشگاه دکتر وارسته است. اینم هم احتمالاً همون پژوهشکده‌ایه که دکتر میرزایی میگفت. این دوتا ساختمون ظاهراً توی یه مجموعه‌ان، ولی بینشون یه سری درخته. اینجا هم انگار با یه چیزی مثل سیم خاردار از هم جدا شدن. صرف نداره؟ تارو درخت که داره، ولی سرو یا چی نمیدونه. به نظرت چقدر احتمال داره جواهر اونور باشه؟ اگه هنوز باشه اینور تو آسایشگاه نیست، اونور تو پژوهشکده. اگه هنوز باشه یعنی چی؟ ساختمونا رو نگاه کن. ساختمون آسایشگاه رو انگار تازه ساختن. یعنی اگه اونجا باشه احتمالا تو گودبرداری و ساخت و ساز قاطی نخاله‌ها رفته. ولی پژوهشکده رو اگه ببینین کاملا قدیمی ساختموناش، احتمالا بعد همینور باشه. آخه سروم شد آدرس؟ اصلا فرض که اونور بوده، ساختمونم هنوز دست نخورده مونده، جواهرم سر جاشه. امید بره اونور، 8 تا سر اونجا باشه، از کجا بفهمه سر به سقاب کدومه؟ میگم آقا امید با این پیرمرده کجا مصاحبه کرده؟ یه خانه سالمندان. اونو میدونم کجا بوده. چه میدونم؟ چیکار میخوایی بکنی؟ میگم شاید اسماعیل اطلاعات به درد بخورتر یهو یادش بیاد، مثلا نشونه درستی از اتاق بده یا بگی اصلا تو کدوم اتاق دفن شده. اینجوری زودتر میتونی پیداش کنی. آدمی که خودش 70-80 ساله نرفته سراغ جواهر، برای چی باید آدرس بده به تو؟ حالا امتحانش که ضرر نداره. وای عجب گرفتاری شدیم از دست این جواهر. خب پاشو وسایلتو جمع کن، دیر وقته تا یه جایی برسونمت. نه تو برو، خسته از صبحم اینور اونور بودی. برو عزیزم، بعد این پرونده رو برام مرور کنی. برو قربونت، خودم ماشین میگیرم. بریا پریسا، نشین اینجا دوباره مارپل بازی در بیاری. نه با مارپل بازی چی، خستم اصلا، برام خونه بخوابم. برو قربونت. خیلی خوب دارم میرم، خدافظ. آقای اقبال، یه خانم جوانی اومده میخواد شما رو ببینه. هرچی هم بهش میگیم که وقت ملاقات نیست، بیمار قلبی، به استراحت نیاز داره، حرف گوش نمیده. میگه تا نبینم حالش بهتر شده شب خوابم نمیبره. فقط 10 دقیقه ها. که سرم آوردین امیدوارم ما خبر خوبی اومده باشیم. پیداش کردین؟ پیدا که هنوز نشده. من اومدم حال خودتونو بپرسم. پسرتونم؟ نه، بچه غوله، از جنگل آوردمش. بلند حرف میزنیم بیدار نمیشن؟ ما الان داریم بلند حرف میزنیم. برای چی اومدی؟ آه بله، این آقا اسماعیل فامیلیشون چیه؟ اسماعیل رو برای چی میخوای؟ یواش دیگه. یواش میخوای؟ یو اخو میپره، ناراحت میشه. گفتم اگه بتونم ببینمشون شاید بتونه یه نشونه بهتری از جواهر بهمون بده. من یه الان چه نشونه ای بهتون داده؟ حالا اون بماند آقا اقبال. از اونجا که شما آدم حواس جمعی هستین، گفتم لابد میدونین کجا از اسماعیل نگهداری میکنن. آخه گویا مدته که خانه سالمندانش رو عوض کردن. خودم جاش رو عوض کردم که دست غریبه بهش نرسه.
یعقوب خواهد فضولی کنم. آه چقدر با تدبیر. باری کلا به شما. فقط ما که غریبه نیستیم دیگه، دستمون تو جیب هم دیگه است. میفرمایید آدرسو؟ یه جیب مارم بزن. ببین خانم، از اسماعیل آبی براتون گرم نمیشه. اگه تو اون فیلم هم یه نشونه یه چیزی داده، مغزش قفل کرده، از دهنش بریده، همینه. حالا سنگ مفت گنجشک مفت، من ببینمش میتونم از زیر زبونش حرف مرفه کشم. مرحمت میکنین آدرسو؟ جوادیه. بله. کوچه یخچال. بله. برو پیدا میکنی. پیدا نکردی از اکبر قصاب بپرس، استخون جا میندازه. بله. داریم بیدیم مرز مرزه چینجا پشت رخشون خونه زد. بشین بشین. اینو چیه؟ بیا این گل بردارم تو. نه نه اونو نه اونو نه 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 ای زرنگ یاره خوبه تو بره. نه نه تو قیافت بیشه شبیه گل بردارم. بس منم پولم مکارم باید اینو بزنم. با شمارش من 3 2 1 حرکت. بیا داریم بیدیم دوباره من گم نشم. بیا دیگه ما الان میبینم پدرمون رو در میارن. از لالوله ها میگیم. لالوله ها چه؟ لالوله ها. لای لوله ها. مطمئنی که با این ماسکا دیگه کسی نمیشنن سطح مون؟ اگه مطمئن نبودم بهت نمیادم. بیا برو بالا. خودت برو دیگه. برو بالا با تا. بابا تو بلدی اینجا. تو باید بابا کانال مانال نباشه. برو بالا سر سر نکن. چیکار کنی؟ کجا بری؟ پشت رو مطمئنی؟ بلدی؟ بله بکی مطمئنم. با گم نشی. نه. گم نشی. نردبون کی گذاشته اینجا؟ نردبون کی گذاشته؟ نردبون کی میذاره؟ ببینی صوفی به چه بدبختی انداختی منو. آه چقدر سر و صدا میکنی این رادیو شکسته. بیا دیگه. نه بلد داریم دیگه. درست اومدم؟ یه نردبونه دیگه. چی به درست اومدم؟ بیا کده باکابی رفتارهای تکرار شونده و روانکابی یاغیان پورتوریکو. پژوهش کده روانکابی رفتارهای تکرار شونده و روانشناسی یاغیان. گوینم این که میشه پورتوری؟ دوباره من خرف برس کردی؟ پژوهش کده باکابی رفتارهای تکرار شونده و روانکابی یاغیان. یک کمال وارستم تهش داره. که او پورتوریکو. پورتوریکو خوش اومدی اونان؟ اونجاست. پورتوریکو خوش اومدی؟ سازه کوکنا کوک تو رقصیدم هنوز این دل غمی